از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر لطفاً در رابطه با این اجلاس و نتایج آن برای بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. با عرض سلام و تحیات وافر و عدیه صالحه به تک تک از مجری ها و کارمندان و علاقمندان شبکه حضرت امام حسین و به جناب عالی تقدیم میکنم انشاءالله. تشکر. سخنان ریچارد بنیند، گزارشگری ویژه سازمان ملل در 57 نشست شورای حقوق بشر، تصویر تلخ و تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ترسیم میکند. وی با صراحت بیان میکنه که طالبان نه تنها به نقض حقوق اولیه مردم ادامه میده، بلکه با وضع قوانین جدید این نقص را به سطحی از قساوت رسانده که به جرایم علیه بشریت شباهت دارد. این اظهارات بیانگر شرایط وخیم و خطرناک در افغانستان است که جهان نمیتونه بی‌تفاوتی از کناریان بگذرد. این نشان میده که طالبان پشتون محور و تروریست با وضع قوانین و فتوای جدید به طور سیستماتیک به نقص حقوق مردم افغانستان پرداخته و چندین نکته مهمی در سخنان وجود داره که نیاز به تحلیل و واکنش جدی داره، که از او جمله اول سرکوب شدید زنان است. بنیت با صراحت اعلام میکنه که طالبان با ایجاد محدودیت های شدید علیه زنان آنان را از جامعه حذف کردند. ممنوعیت آموزش و محدودیت های شدید و حضور اجتماعی نوع جنایت علیه بشریت است که با نابودی کامل حقوق نیمی از جامعه می انجامد. این قوانین نشان دهنده خوی استبدادی و پسگرایی طالبان است که هدف جز سرکوب و تحقیر زنان ندارد. و دیگر بخش دوم از این مهمی که در ریچارد بینین بحث میکنه، نقص حقوق ازاره های بومی و اقلیت های مذهبی به خود شیعیان افغانستان میباشد، که یکی از مهمترین بخش های گزارش بنیت بود. تاکید بر سرکوب وحشیانه ازاره های بومی و شیعان افغانستان در کنار دیگر اقلیت های مذهبی است. طالبان پشتون محور به طور مداوم به این قوم بومی حمله کرده و آنان را مورد ستم و قتل عام قرار دادند. این جنایات به وضوح نشان دهنده یک سیاست نسل کشی است که هدفش نابودی هویت و زندگی ازاره است. جهان باید به این نسل کشی آشکار پاسخ دهد و اقدامات مؤثری برای پایان دادن به آن انجام دهد. و در بخش سوم سرکوب رسانه ها و فعالان حقوق بشر بود. طالبان با سرکوب شدید رسانه ها و خاموش کردن صدای منتقدان، هر گونه اعتراض و صدای مخالف را خفه کرده است. این رژیم تروریستی به وضوح از هر گونه شفافیت و پاسخگویی هراس دارد. با تهدید، ارهاب و خشونت تلاش میکنه تا واقعیت‌های تلخ خود را پنهان کنه. نتیجه ایست که از سخنان ریچارد بنین نتیجه گیری میشه که یک هشدار قوی به جامعه جهانی است. وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یک فاجعه حقوق بشری تمام عیار تبدیل شده است. زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض ظلم بی سابقه قرار دارند و اگر جامعه جهانی به سرعت و قاطعیت عمل نکند، نسل های آینده نیز از پیامد های این جنایت ها در امان نخواهد بود. این زمان برای اقدامات جدی است. بیعملی یا تعامل نامشروع با طالبان تنها به تسمیت رژیم جنایتکاری آنها کمک خواهد کرد. ریچارد بینیت به روشنی نشان می دهد که طالبان پشتون محور در تلاشند تا افغانستان را به عصر تاریکی ببرند. جنایت های این گروه تروریستی علیه زنان، ازاره های بومی، شیعان و جامعه در کل نمیتواند بدون پاسخ بماند. جامعه جهانی باید اقدام جدی و فوری برای مقابله به این جنایت ها انجام دهد و نگذارد که این رژیم تروریستی و سادگی نقض حقوق انسانیت در افغانستان ادامه بدهد و نقض حقوق انسانیت کند. بله، ممنونم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.